پس از توقف گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان، دونالد ترامپ: طالبان نمیدانند چگونه اشتباهشان را جبران بکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به لغو مذاکرات آمریکا با طالبان میگوید که طالبان نمیدانند که اشتباه بزرگی را انجام دادن و اکنون او را چگونه جبران بکنند. پس از در این حال وزیر دفاع آلمان نیز ضمن هشدار نسبت به خروج نیروهای ناتو از افغانستان تاکید کرده است که این اقدام تبعات خطرناک میتونه برای افغانستان داشته باشد. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان آقایان اکبر جان پولاد تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای اسدالله ولولجی تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی و همچنان آقای جنرال ظاهر عظیمی تحلیلگر مسائل نظامی. بسیار خوش آمدید میهمانان عزیز. آقای عظیمی، با شما آغاز میکنیم. شما میبینید پس از اینکه گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا متوقف شده و دیدار در کمپ دیوید هم لغو شد، پیش از او طالبان از موقف از موضع بالادستی حرف میزد، اکنون آمریکایی های حرف میکنند و این اقدام انجام میتن و در این حال شما میبینید که سفر در آیت از طالبان در مسکو به سر میبردن و در اونجا هم پیام دادن که ما حاضر هستیم که مذاکرات دوباره شروع بکنیم. این وضعیت میتونه که به نفع پروسه صلح افغانستان تمام شوه و یا هم میتونه که وضعیت بیشتر به طرف تشنج ببره و بنبست ببره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما بیننده های نازنینتون، دوستای بسیار عزیز، به نازنین دیرینه مردوی بزرگوار. از این ابتدایی که شما امی پروسی صلح و مذاکرات خلیلزاد اگر یک مقدار مورد ارزیابی قرار بدین، میبینین که از این اوائل چی از لحاظ حقوقی چی از لحاظ سیاسی آقای خلیلزاد یک آدم بی‌طرف نبوده. من خود من ایسا یک شهروند افغانستان تصور میکنم که بیشتر از اینکه آقای خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا بوده باشه، نماینده طالبا بود. از این شروع مذاکرات که اینا یک پکیج چهار گزینه‌ای را ارائه کردن، یکی از گزینه‌هایی بود که طالبا تعهد کنند که با هیچ گروهی در شدفکن ارتباط نداشته باشند و خاک آمریکا تهدید نکنند. چنین گفتگویی در می اجندا همیشه با یک دولت صورت میگیره، نه با یک کسی که بیای در کنار از این سیستم. این یک موضوع. موضوعی دیگه بحث خروج. در حالی که به افغانستان یک دولت مشروع وجود داره، خود ایالات متحده آمریکا در این دولت همکاری داشته و یک متحد استراتژیک است و این دولت کل دنیا ملل متحد به رسمیت میشناسه، با در چنین شرایطی شما بحث خروج را در حالی که امرای ما توافقنامه داریم با طالب مطرح میکنین. خب بسیار ضروری بود که می با افغانستان مطرح میشد، به طالب هم میگفت که شما با افغانستان به یک توافق برسین، در قسمت خروج ما به هر توافقی که شما برسین ما به توافق برسیم. یعنی آقای عظیمی، دید شما به این است که اقدام آمریکا اقدام آمریکا با پروسه صلح افغانستان کمک کرد و بیشتر طالبان از موقف غرورشون حالا من میگم چی کارهای دیگه کرد. از یک طرف می جریان مذاکرات باعث شد که امی قدم به قدم، پله به پله، طالب یک حیثیت و یک اعتبار بین المللی پیدا کنه و همه بستر را هم آقای خلیلزاد فراهم کرد. از طرف دیگه در درون جامعه افغانی عوضی که یک تلاش بکنه که برای یک وفاق ملی، برای یک وحدت ملی، برای یک صدای واحد ایجاد بشه، هی زمینه را فراهم کردن، برین به چین، برین به مسکو، برین به کجا، امی دولت دور بزنن. من برداشتم می بود که اصلا یک طرحی، یک پلانی بود که آهسته آهسته دولت تضعیف بشه، در حالی که اینجا یک دولت ما کار ندارین با اشرف غنی، که اشرف غنی آدم خوب است، بعد شاید به نظر ما آدم خوب هم نباشه، اما بحثی بود که اینجا یک نظام است، یک سیستم است، یک قانون اساسی است، یک اردو است، یک ملت است، یک نسل جدید است. اینا را هم آقای خلیلزاد دور زد و از همه مهمتر که در طول این نزدیک به 10 ماه مذاکرات هیچ کس نفهمید که اینا چی میگن. یک گزارش آمدم برگ دادم، معلوم نبود که چقدر این گزارش درسته یا نه. من و همه دوستان، شاید همه دوستان هم بیتر باشن که به من نوما نفهمیدن که اینو چی میگن با هم دیگر چی گفت چی گفتی. در روز آخر هم آمدن گفتن که ما به می توافق رسیدیم، شما ای رو بخونین، حق انتشار هم نداره، حق ندارن مردم افغانستان هم بفهمن که چیه. چطور که کشور قطر میفهمه که این توافق نامه چیست، کشور پاکستان میفهمه که این توافق نامه چیست، بعد دیگه متحدین طالبان میفهمن که این توافق نامه چیست، اما خود مردم افغانستان امیر نمیفهمن. لازم خوی این توافق نامه نه که
صلح می آورد به افغانستان، بلکه به سر جنگ فراهم می ساخت، یک جنگ نوی. امروز یک نسل نوی، نسل نو مقاومت است، نسل نو کس که ارزش های به اصطلاح دموکراسی، ارزش های جمهوریت، ارزش های مطبوعات آزاد، ارزش های حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زن، اینا برایشون بسیار مهمه. باز ما می رفتیم به طرف یک جنگ دراز مدته. ما اگر بخوایم به طرف صلح بریم، باید یک چیزی بدیم، یک چیزی بگیریم. این تو نمیشه که باز در چیزهایی که ما میدین باید یک ارزش هایی داریم که سر از اونها استاد هستین، به طور مثال جمهوریت، انتخابات، اینا. لذا طبیعی بود که در اگرم امریکا موافقت میکرد، ما میرفتیم به طرف یک جنگ نوی، با توجه به اینکه بعد گروه های دیگه هم در افغانستان بودن که میتونستن به اصطلاح یک بستر جنگ گسترده‌تر فراهم کنن. فلحاظ به امریکا هم نگرانی وجود داشت، نگرانی در پنتاگون بود، نگرانی در کنگرس بود، نگرانی در سنا بود، نگرانی در تمام نیروهای امنیتی بود، مخصوصا نظامیانی که در افغانستان تجربه داشتند. در اروپا در نگرانی بود، مخصوصا در دستاوردهایی که در قسمت حقوق بشری در چند سال به دست آمده. ولذا انتظار چنین برخورد می رفت. حالی هم اگر بخواین که اگر اینطور حساب کنیم که نمی تصمیمت آقای ترامپ یک تصمیم تاکتیکی بوده، یک تصمیم تاکتیکی بوده، خب باید انتظار از این داشته باشین و یک توافقی برسین که بتونین هم دیگر بپذیرین و به مناسبات قدرت تقسیم بشه. آقای ولورجی، آیا به این باور هستین آنچه که آقای ترامپ میگه که طالبان را به اندازه تکان داده کار در پی جبران اشتباهشان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه دوستان محترم، این خوب امریکا یک کشور بسیار بزرگ است، فعلا در رأس اقتصاد جهان قرار دارد، تجربه دارد. آقای ترامپ فعلا مذاکراتی که آغاز شد با طالبا، آقای خلیلزاد را پیش می برد و می بره، اونا برنامه خاص خود دارند. نه که ما به هر شکلی که امریکا را تعریف بکنیم، ما شاید ذهنیت خود ما به شکلی که باشه، امریکا در اینجا منافع داره. امریکا خلیج، در خلیج فارس یگانه نیروی است که از امیرنشینای عرب، از عربستان سعودی، از منافع کشورها دفاع میکنه. یعنی دیگه کدوم کشور در خلیج فارس حضور نداره به حساب گرفتن امنیت خلیج فارس، یا اینکه یک قوتی که بتونه ایران فرزنده جایش بشانه، بعضی یا منافع روسیه را فرزنده جا که شکل اگر بگیره زیدی از او کار بکنه. امریکا 50 پایگاه نظامی داره در منطقه و در اینجا تقریبا در حدود 200 هزار عسکر داره در اینجا. اینال روز محرب امریکا 20 میلیون بیرل تیل مصرف داره که از این 20 بریل از ده الا 13 میلیون بشکه از خلیج فارس تر بشه. پس امریکا نمیخواه که منافع خلیج فارس از دست بده و امریکا نمیخواه که از افغانستان خارج شه، به خاطر از اینکه از لحاظ ژئوپلیتیک، از لحاظ افغانستان محور است برای یک مثل که هم دکتر سبشرف غنی میگه میواره عبوری اقتصادی و چی و چنان، این واقعیت داره. پس به حساب آقای کرزه یک گپ داشت که امریکا برای چی اومد که دیگه برای نه اینجا و فعلا امریکا به خاطر بستر سازی، به خاطر زمین سازی موندنش در منطقه، این سیاست جدید چکنده. اما این سیاست جدید فکر میکنید که به سود افغانستان و ایالات متحده آمریکا؟ بله بله. ولی در ما و به این باور هستین که واقعا طالبان را از موقف غرورشان به پایین بندازن؟ بله، جناب سپشت اینو متخصص هستن، من کمی میفهمم گپورا. اینجا در جنگ نه، ما یک معمول است، هم سیاست هم از طریق سیاسی باید پیش بران، هم نظامی نه. هر وقتی که متوازن بود قوت دو طرف، با بنبست میره جنگ. این حال امریکا همی بنبست شکستان به حد بمبارد کرد بالای طالبا که حال طالبا دیگه نمیتونه او سلاحی را به دست بیاره که بطور مثل که ستینگر را برای بجای نادینم. سپاس بزارم. ادامه برنامه پس از وقفی کتا.
به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای پولاد، دید شما در پیوند به اظهارات آقای ترامپ چی است؟ ناشی مبنی بر این که طالبان اشتباهی را انجام دادند که اکنون در پی جبران از او است و نمیدانند که از کدام راه جبران بکنند. آیا فکر میکنید که طالبان اکنون واقعا در پی جبران اشتباهشان باشه و مجموعه تلاش ها را به این تمرکز داده باشه تا یک بار دیگر در گفتگوها باز شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ولولجی سبا جنرال سبا د افغانستان خلکو ته سلام نن کیله ګوره کچری کې موږ د پروسه د صلح د اوله مطالعه کو. طالب دومره قوت نه و لکه څومره چې امریکانو پرسولو. امریکانو دی ډیره یو کاذب اشتها ورکړه او د بم سرته وخت غول او هغه ته نه لری کړه زینا ګوره پلوی لاس امریکانو طالب ته داسې یو هغه ورکړه چې د افغانستان دولت اصلا دوی ته یو دولت نه معلومېدو. حتی د امریکانو سره هم د دوی داسې چلند شروع شو لکه دوی او تاسو به د خلیلزاد هغه خبرې اورېدلې وي چې افغانستان دولت او امریکانو د طالبان پر وړاندې ماتې وخوړه. ګورې دا پلوی لاس د دوی پرسول وو. خو زه فکر کوم چې دلته څو شیانو دوی غوښتل چې ترلاسه کړي. یو ترامپ د خپل جمهوری ریاست د پاره کاندید غوښتل چې د پاره یو څه لسرونه ولري او ترسو امریکایان دوی ته د رای ورکړي چې دغه د افغانستان څنګه لکه بلې خونه د خپل د خلیلزاد شخصي ګټي وي. کوري تاسو شاید دغه د نیوز اسمه غزت هغه د مطلب لوستلی وي چې هغه خبر کړی دی چې طالبانو ته د دومره امتیاز د پاره ورکړي کول او په افغانستان حکومت باندې فشار ورو ترسو د هلمند د لیتیومو او کان او د بامیان د حجګه کان دغه د تورکی او یعنی د خپل شخصي ګټې په دې کې مطرح کولې. خو خوشبختانه چې د افغان ولس او حکومت په دې موضوعګری باندې ټینګور لري چې جمهوریت ته د افغانستان ملي ګټې دي دلته د بیان ازادي ده. یعنی ارزښتونه چې نن په یوشتمې پېړۍ کې یو ټولنې د پرکا هغه ضرورت په هغه باندې کلک ودرېدل. بل یو شی چې دوهمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې په امریکا کې پریکړې بنسټونه کوي اغلط د افراد او دمر رول نه لري کدا جمهور رئیس وي او کدا وزیر وي که هر چي وي. ګوري تاسو ولې دل چې څنګه په دې باندې فشار راغلو هم د نظامیان لخوانه هم د سیاسي لخوانه هم د کانګرس لخوانه هم د هغه د ډیپلوماټان لخوانه چې په خاطر شو. زه فکر کوم چې اوس دوی د دې لپاره چې طالب عادي حالت برتر ولی او خپل هغه د بنسټونو ته یاد ملت ته جواب لري دوی په طالب باندې زیات فشار راوړو ترڅو طالب هغه اصلي حالت ته راشي او بیا د افغانستان دولت سره او د افغانستان خبرو ته کینی او د افغانستان خلکو غوښتنو ته غاړه کیږي. زه فکر کوم چې دوی مجبور شول هم داخل د امریکانه چې فشار پر راغلو او هم د افغانستان د خلکو خوانه چې جمهوریت د منځوړلو ته غاړه کینه خوده. نو دا دواړه سره یو ځای شول چې بالاخره دوی هغه لاره ونیسي چې هغه د افغانستان او د ملي ګټو سره سر خوري او د امریکا د حیثیت سره سر خوري. زه فکر کوم چې همدغه دواړه شیان وو چې د ټرمپ په موضوعګري کې تغییر راوست او بالاخره خلیلزاد هم هغه د حالت راغلو چې مجبور شو چې هغه د حتی داسې ویل کېږي چې د حاضر شو چې استعفا هم وکړي خو استعفا نه ومنه. یعنی فکر میکنید که طالبان به این پیمانه در مجبوریت به سر میبرند که به مجموع خواستای آمریکا پس از این تمکین بکنند؟ گوره یو شه مک باید هیر نکو نن افغان ولس اغا افغان ولس نده چه پرون چا پو بلابیلو شعارونو بانده یا پو زین خبرو بانده غلوال دیگه. نن گوره خلکو دا خپل حق بولی چه ملی حکمیت پو دوی پریتره لیوی. نن دا حق بولی خپل چې زه باید آزاد خبره وکم. نن دا دوی خپل حق بولی چې بشری حقونه چې کوم هغه د پنړی کې اوس مروج هغه دوی باید ولري. نو نن ګوره طالب هغه طالب چې پرون خلکو په پسلا خرغلاس ورته ویلو کابل کې او بل خراب ورسته خلک نفرت نه پیدا کړو. نه طالب حاکمیت ته څوک حاضر دي او نه د ته حاضر دي چې دغه ارزښتونه چې کوم موږ ترلاسه کړي دي په 40 کلو کې دغه خلک صرف نظر وکړي. آقای عظیمی، جنگ بالاخره د افغانستان باید ختم شوه و پروسس با گروه طالبان هم باید به پیش برده شوه. اما چیزی که در پیوند به خروج نیروهای آمریکایی بارها مطرح میشه، مثلا وزیر خارجه وزیر دفاع آلمان هم اجدار میتکرد اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوه افغانستان دچار خطرات بزرگ خواهد شد و طالبان دست به آشوب خواهد زد. در همین حال دونالد ترامپ هم گفته که ما خارج میشیم و ما هر زمانی که خود ما بخوایم از افغانستان خارج میشیم. خاص طالبان هم بس خروج آمریکایی‌ها از افغانستان هست. فکر نمی‌کنید که این سلسله پروسه صلح یک بار دیگر دوامدار خواهد شد و به زودترین فرصت نتیجه نخواهد داد اگر آغاز هم شود؟
خب از چندین بود باید به طرف از این قضیه نگاه کنین. از لحاظ وضعیت جنگ اگر سیل کنین، یگانه رایی که در پیش رو داریم ما صلح هست. اما همونطوری که بعض دوستان میگن یک صلح باید زد که همه مردم بتونن در فضای از او با توجه به می سیستم و می نظام زندگی کنن. جنگ از لحاظ نظامی مقدار به بنبست کشیده، اما این به معنی از این نیست که طالب توانه زیر داره که تا یک ولایت رو بگیره. دلینه. در جنگ های نامنظم، جناب ولوجی صاحب هم یک وقت نظامی بودن میفهمند، در جنگ های نامنظم یک گروپ 20 نفری میتونه یک ولسوالی رو نام بسازه، اما این به معنی از این نیست که ولسوالی رو میتونه بگیره. به می چند ماه اخیر معلوم شد که به هر جایی که طالبا یک تلاش کردن فوراً سرکوب شدن. به طور مثال به فرا داخل شدن، از اما ظرف چند ساعت 86 نفر تلفات دادن، یعنی یک ایسایی که من میدونم به شما دقیقه تانستن به تخار به یک ولسوالی رخنه کنن، اما بلا فصله به بدخشان سه ولسوالی را دست دادن. لذا از لحاظ نظامی ایت یک تصوری وجود نداره که طالب بتونه حتی یک ولایت رو بگیره و نگاه کنه. شاید به کدام ولایت درست است که بوده دیگه وجود نداره، اما بس دوام آشوب مسئله گسترش جنگ این نگرانی. ببینیم پیشتر هم اشاره شد که افغانستان یک نقطه بسیار ژئوپلیتیک و استراتژیک است برای جهان، مخصوصا از لحاظ امنیت. الان اینجی گروه های مختلف تروریستی وجود داره، داعش وجود داره. خود امریکایی ها همینجا چندین بار رئیس CIA شان گفت که به افغانستان داعش یک خطر علیه امنیت امریکا و متحدین است. خود آقای ترامپ گفت که افغانستان هاروارد تروریسم است. سنای امریکا گفت و کنگرس امریکا گفت، پنتاگونی را گفت. خلاص لذا بحث خروج نیست، یعنی ما موافق نیستم که بحث خروج است. بحث خروج به کل نیست و اینج باز منافع های کلان دیگه است. بحث رقابت های قدرت های بزرگ است. بحث رقابت با روسیه است، بحث رقابت با چین است، از لحاظ مسائل اقتصادی تنش هایی که در ایران است، حتی بحث کره شمالی در اینج موجودیت امریکا و سر از او تاثیر داره. خود یک نکته که همیشه در میدیا کمی گون مونده، بحث سلاح اتم پاکستان است. یعنی در تمام این مدتی که ما و شما در کابل هستیم، در این 18 سال یک قوت در بگرام وجود داره، به خاطر که اگر عیاناً پاکستان در وضعیت برسه که این احتمال وجود داشته باشه که سلاح اتمی ادی بفته که به دست گوریای شورشی، انمی قوت بلا فاصله این مرکز اشغال کنه، این خطر وجود داره. چون در پاکستان ده ها گروه تروریستی هسته و امی فشاری هم که ایالات متحده امریکا نمیتونه سر پاکستان بیش از این وجود بیاره، ترس از فروپاشی پاکستان و افتادن سلاح به دست گروه های تروریستی است. جامعه اروپا و به این خروج موافق نیست، حتی چین موافق نیست به خروج. یعنی گرچه بعضی میگن که چین روابط داره که با طالبا، که با آمدن طالبا موافق است. از ابتدا که شما ببینید تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم، چین خواهان خروج مسئولانه شده. معنای مسئولانه از نظر چینایی ها است که در اینجی صلح و امنیت بیایی که دیگه تهدیدی علیه چین نباشد از لحاظ چین، فلاز بحث خروج نیست و پس بسیار به موقع هست که انمی تصمیم. یعنی باور است که در صورت عدم خروج طالبا باید با آمریکا مذاکره بکنن و یا هم روی صلح توافق بکنن؟ طالبا باید از این موضوع دیگه مذاکره نکنن. یعنی طالبا یک گروه هستند. این ملت افغانستان 35 میلیونه. بیشتر هم اشاره کردن دوست نازنین ما که این کابلی نیست که با آتش جنگ داخلی میسوخت و از خدا میخواست که یک ناجی پیدا شه. این کابلی هست که مزایای آزادی بیان دیده، مزایای دموکراسی دیده، مزایای ارزش‌های شهروندی و حقوق بشری دیده، حال به هیچ چیزی موافقت نمیکنه. طالب باید قبول کنه که یک گروه هست با یک صلح عزتمندانه که نه تسلیم شدن از او باشه و نه هم او خواسته باشه که بخوای امارت خود اینجی پس به اصطلاح سر مردم افغانستان تطبیق کنه. به هیچ امکانی در یک وضعیت قبول نداره و مردم افغانستان هم نشان دادن. یکی از عوامل که ایالات متحده امریکا، یکی از عوامل که این توافقنامه را رد کرد، فشاری بود که جامعه مدنی مردم افغانستان و همچنین دولت افغانستان آورد. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای ولوالجی، آنچه که آقای عظیمی اشاره کردن و با توجه به مجموع اوضاع حاکم بر پروسه صلح و بر و دیدگاه های حاکم در داخل ایالات متحده آمریکا، جهان و مسئله با درک وضعیت افغانستان، بحث خروج نیروهای آمریکایی ظاهرا بحث منتفی خوانده میشه و
به خاص طالبای کار صورت نمیگیره. اگر این کار واقعا صورت نگیره، به این باور هستیم که طالبا در صورت حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنای واقعی بیان صلح بکنن و یا هم مجبور به این شون تا پروسس صلح را به موافقت برسانند. ببینید شما، آمدن آمریکا در افغانستان به شکل غیر حقوقی نیست. آمریکایی‌ها با فرمان شورای امنیت ملل متحد در افغانستان آمد و شورای امنیت ملل متحد برای آمریکا وظیفه داد که علیه تروریسم مبارزه کنه، تروریسم از افغانستان نابود بکنه. قبلا روس‌ها چندین مرتبه که آمریکایی‌ها می‌خواستن برنامه را طرح کردن، پوتین چند مرتبه گفت که اولی توی که آمریکایی‌ها وظیفه خود انجام ندن نباید از افغانستان خارج شوند. و حتی وقتی که پاکستان خطوط اکمالاتی ایالات متحده و ناتو را قطع کرد در 3-4 سال، پوتین حاضر شد که در بدل امتیازات روی اکمالاتی برای که تهیه بکنه به آمریکایی‌ها. دلیلش به این که بود که افغانستان باز سقوط نکنه به دست توریسم در بی. چرا خودی منافع روسیه هم مطرح است، منافع چین نیجا مطرح است. و دیگه نباید ما این را بسیار سطحی فکر بکنیم. ببینید در زمان جناب آقای کرزی در حدود 4-5 هزار طالب آزاد شده از زندان. طالب هایی که در قطر هستند تعداد زیاد از اینا از گوانتانامو آورده شدند در اینجا. و در گوانتانامو این را امریکا برده بود، این را ما شما نبرده بودیم. و زمینه در اونجا بسترسازی شد برای آمدن طالب ها و این طرف اینی که صلح بکنن. این طرف پاکستان است که میخواد پاکستان هم از طریق طالب ها امتیازات میخواست بگیره و میخواهد بگیره در اینجا. یک ریشه بسیار ببینین حال پاکستان دائم میره اعتراض میکرد که قبایل مرجع طالب پذیری و این از لازم. حال فعلا قبایل پاکستان جز خاک پاکستان شد دیگه. او رخم که افغانستان دائم چی میکرد باید اینا چی باشن، این خودمختاری داشته باشن. عینی دیگه ساحه جغرافیایی که در توریسم پرور است کشمیر بود. کشمیر عینی حرکتی را که پاکستان در قبول که عینی حرکت را در کشمیر هندوستان کرد. کشمیر را کلن جزی خاک خود ساخت. دلیل چی است؟ در اینجا اینا دیگه نتارن بگویند که ما در اینجا توریسم نمیتونیم چون در اینجا خود مختاری دارن این طرح سترد دیگه پا. این موضوع ساده نیست اینا. حالا ببینید شما فرق ما بین طالبای معتدل و طالبای تسلیم ناپذیر همین در قبل از اینکه امریکا بیاید اینجا مطرح شد. اما امریکا هر قدر کوشش کرد دیگه طالب چی نشد، دو تقسیم نشد. مولا مدنبر نداد سوام بین لادن برای امریکا. پس به این سو برای ضربه خوردن طالبا و دیگه حمایت امریکا از نیروهای شمال این بشد به شکلی یک در برنامه نبود که علیه طالب اونا را حمایت بکنه. محمد طالب امریکایی مجبور شدند، هیچ قوتی نداشتند که او را حمایت بکنند تا اینکه بتانند زیر توریسم در جمعه برده که اسامه بن لادن چیشا بگیرند. نه پس به این سو در اینجا در آمدن صلح در افغانستان منافع بسیار بزرگ پاکستان میبره و در اینجا روسیه از لحاظ که توریسم داخل آسیای میانه نشود، چین به خاطر که توریسم وارد سینکیانگ و تبت نشود خیلی مشکل دارد از این. پس اینجا هیچ کشور و دیگه ببینین شما حال موضوع اما یک چیزی که من نگرانی مطرح نیست که مثلا سفر هیئت طالبان به مسکو و بس استفاده طالبان از رقبای جهانی آمریکا در برابر آمریکا. شما می‌بینید در آستانه که مذاکرات در یک بنبست به سر می‌بره و ظاهرا گفته میشه که آیت طالبا هم در لیست ممنوع الخروجی به سر می‌بره، اما آیت میرن به مسکو سفر میکنه و اونجا از تریبیون روسا یک بار دیگر پیام صلح صادر میکنن. فکر نمی‌کنید یک فضای رقابت تازه را تشکیل بده؟ این موضوع نیست که آمریکا ایران نفهمیده باشه و اینا. قدرت های بزرگ با هم از یک طرف رقابت خدا میکنند، طرف با تفاهم هم دارند منافعشان که مشترک شود. در اینجا قبلا روسا چند سال است که علنی میگن که ما با طالبان رابطه داریم. چینی ها میگن
تنها یگانه کشوری که در این عرصه این یک حرفی بسیار دقیق نزده که و نپذیرفته هند است. هند هیچ وقت نپذیرفته و در زبان مقاومت هم هندوستان گروپ های شمال کمک نظامی میکرد چون در اینجا منافع در هندوستان و پاکستان عصبانیتش سر افغانستان یک شمیسته که در اینجا هندوستانی ها از خاک افغانستان علی پاکستان چی میکنن؟ کار میکنن. پس به جایی از یک طرف پیچیده است موضوع، از یک طرف دیگه ساده هم هست که آدم بفهمه که تو اول همو استراتژی که به خاطر آوردن طالبا به سر میز موضوع این نمی استراتژی است. از یک طرف صلح، از طرف دیگه جنگ. مثل ببروی تامیل، تامیل نادو این وقتی که ضعیف شدن به سلامت نمیش نابود شدن. تشکر آقای ولولجی. آقای پولاد، با توجه به شدت جنگ و مجموع حملات که آمریکایی ها در 18 سال گذشته بر موازه طالبان داشته و شما میبینید که پس از 18 سال مبارزه نوز هم طالب میای به عنوان یک قوت در برابر دولت افغانستان و در برابر نیروهای خارجی میجنگه و به عنوان یک قوت میره با آمریکایی ها مذاکره میکنه، با این باور هستین که در وضعیت فعلی راه نظامی بتونه که طالبان را وادار به تمکین بساده و یا هم طالبان را سرکوب بتونه؟ دلتا دو سونزی دی که طالب من هست افغان برخورد و کی دیشی چه سونزی حل داره پیدا شه، ولی که چیره که طالب من هست وسیله دی پنجابیانو کار کوي نو تبیده چه افغان ولس افغانستان دولت مجبور دی خپل ملی ګټو نه دفاع وکي. مزه دلتا د کرزی صاحب یو خبر راخلم، یو وخت کرزی صاحب موږ دعوت کړو ویل چې زه شل زل لاړم پاکستانیانو ته مې وویل چې صلح دپاره چې موږ سره کار وکړي، وایي راته ویل ویل چې که یا تر امو پورې زما ټول شرایط منی، یعنی من حیث یو مستعمرې ستاسو بهرنی سیاست او لویې پروژې دا به زموږ پورې اړه لري او که نه دا جګړه به دوام کوي. اوس دلته د پنجاب هغه څه شی دی اهداف موږ یو دا چې استراتیژیک عم په توګه موږ غواړو چې استفاده رانه وکړي، او بل دا چې زموږ ټولې شتمنۍ دای باید هغه د مسلحیتي ولري. اوس که چیرې کې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ غلامۍ ته تن ورکوو نو خدا خو بیا زموږ دپاره ډېر ذلیل هغه ژوند دی، ولې که چېرته طالب افغان شو نو د افغانانو ترمنځ ستونزه نشته. اوس څه شی مشکل دی؟ که چیرې کې طالب رښتیا افغان وای، اول به دوی د افغان سره ناست وای، افغان سره به په ګډه فیصله کړې وای چې موږ د بهرنیانو سره څه برخورد وکړو. ګورې که چیرې کې طالبان د افغان حکومت سره ناست وای، موږ په امریکایانو ډېر قوي او ډېر د ګټور شرایط کې ښودل شوی، که چیرې کېدای پاتې کېدای څومره ما باید هغه د دننه اجاره اخیستې وای د اډو. او دغه ستراتیژیک موقعیت د افغانستان موږ ته اوس طلا ده، ولې خو که چیرې کې موږ افغانان متحد ډول د دغې نه استفاده وکړی شو څومره چې امریکایان موږ ته اړتیا لري. هستین که طالبان رو واقعا امریکایی ها و دولت افغانستان بتونه از طریق راه نظامی شکست بده؟ اوس ګورئ طبیعي چې شکست به ونخوري، ځکه چې څنګه جنرال صاحب چې شل کسه د ولسوالۍ یا د ولایت د نامنه کولو لپاره کفایت کوي، خو یعنی د هغه غرور نه چې دوی د افغانستان دولت اصلا په رسمیت نه پیژندلو، اصلا هیڅ ارزښت نه ورکولو، هغه غرور چې دوی ویل چې موږ امریکایانو د افغان دولت هغې نه به اوس راکته شي. خو خبره دا ده چې بیا ستونزه دا ده چې دای د چا ګټې ساتي، آیا د افغانستان د افغان په توګه دی کینی او که د پنجاب د وسیلې په توګه دی موږ سره کینی؟ که چیرې که طالب دغه حالت ته رانه شي مجبور طبیعي ده چې افغانان به مجبور د جګړه به کوي. سپاسګزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای عظیمی، با توجه به مجموعه نگرانی هایی که مطرح شد و بحث مجموعه رقابت های جهانی در بحث صلح افغانستان و شدت جنگ، به عنوان یک کسی که تجربه نظامی کافی داره شما و در حکومت آقای کرزی و از 18 سال به این طرف در جنگ افغانستان هم در برخی موارد در وزارت دفاع افغانستان کار کردین، پالیسی که کنون حکومت افغانستان و پیش گرفته و دولت آمریکا و پیش گرفته، مثلا رئیس جمهور افغانستان میگه که در چند روز گذشته ما 1000 طالب کشتیم، با می پالیسی میشه که واقعا بحث صلح نهادی نساخت؟ با این ادبیات میشه که صلح بحث صلح نهادی نساخت؟ خب موقعی که طالب اصرار داره و تاکید داره به جنگ، یعنی شما دیگه راهی نداریم غیر از اینکه طالب سرکوب کنین. وقتی که شما طالب تن نمیده به اکسل با عزت، دیگه شما چاره ندارید. دولت افغانستان قوت سرکوب طالبان رو داره؟ از لحاظ اردو و توانایی نظامی بدی دمه به عنوان یک کسی که 40 سال کار نظامی کردم و چندین سال هم در وزارت دفاع بودم
و یکی از اعضای 22 نفره بنیانگذارای اردوی ملی هستیم. انمیت یک اردوی در منطقه ما به کلی نداریم، از لحاظ توانایی نظامی و از لحاظ ظرفیت های تعلیمی و از لحاظ تجهیزاتی که نمی جنگ داخلی را سرکوب کنه، نه تجهیزاتی که بتونه افس استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را در دراز مدت بکنه. یا باز بخواییم شما ایر با بلانس قوای در چارچوب دکترین دفاعی افغانستان با قوت منطقه محاسبه کنیم، از این لحاظ بسیار مشکل داره. اما از لحاظ ظرفیت سرکوب بسیار توانمنده، یعنی کشتن 1000 نفر در می اخیراً یک چیز دیگه. ما میخواییم بود دیگر بگیم، طالب امی زنده بودن خود در جنگ میبینه. چند دلیل. دلیل اول، طالب از درون بسیار پارچه پارچه است از لحاظ نظامی. جنای مولا یعقوب است، جنای مولا منصور است، جنای مولا عبدالسلام است، جنای حقانی است، اینا هر کدوم و همچنین جنای قاچاق مواد مخدر و مافیای اقتصادی است. اینا هر کدوم از لحاظ دید یک دید دارم نسبت به جنگ. بعدشان دید ایدئولوژیک دارن که باید جنگ ادامه پیدا کنه تا آمریکا شکست بخوره و ما بتونیم با مو اهداف ایدئولوژیک کنیم. بعضی اهداف اقتصادی دارن و بعضی هم رابطه‌های نامنظم با کشورهای بیرونی. یک طرف قضیه. نیرویی که به اختیار طالب است یک نیروی منظم نیست. یک تعدادشان به خاطر مسائل اقتصادی آمدن همراه طالب. طالب به منطقه تا حد نفوذ داره یا تسلط داره، اینا آمدن همراه طالب. یک تعداد به زور آمده، هر خانواده مجبور است یک یا دو نفر به طالب بده. این نیروی دومه. نیروی سوم هم اون نیروی است که با طالب یک روابط اساسی تری داره. لذا اگر طالب، چرا همیشه میگم چرا طالب آتش بس میکنه؟ همی آتش بس بکنه فرو میره. مثل اگر یک ببر میمونه که کاغذی است که رو باد میبره. نه، مشکل یک چیز دیگه است آقای عظیمی. من میخوام که توانایی و ظرفیت طالب به شما بگم. مشکل یک چیز دیگه است. آنچه را که در یک گفتگوی اخیر که با آقای حکمتیار ما داشتم در اونجا گفت که بحث ادعای 60% 70% خاک تحت حاکمیت طالب یک بحث خیلی جالب نیست. آنچه را که از تجربه شمال قصه کردن، گفتن در شمال در برخی مناطق دولت حاکمیت نداره، به این دلیل طالب حاکمیت داره. ببینید، من هم سر یعنی حاکمیت دولت ضعیف است، به این دلیل است که بس قوت طالب افزایش پیدا میکنه. به شما ما از نظر همین واقعی که واقعی است، واقعیتی که روی اراضی است، صحبتی که من میکنم به شما صحبت و واقعیت روی اراضی است. من نمیخوام یک تحلیل کنم نسبت به قضیه. آقای یک مدار گای گپای میدن که خودم من نمیفهم، خودشان همراه خود خود محاسبه میکنم. یعنی پریشب بعد از سفر خو آمدن میگم روزانه 300 نفر اردوی ملی تلفات میده. امیر محاسبه کنین، ماه 12 نفر، 10 ماه 12 نفر، 120، 2 ماه 24، 144,000 نفر. اردویی که ما فعلا داریم 160,000 نفر رو دیدن داره، با خاطر 30,000 نفر دیگه رخصت و زخمی و مجروح و شهید و کمبوت و بعد چیه این قصاد 1,44,000 تلفات داده. از 1,60,000 که میمونه 14,000 از بود دیگه بیایم دور بزنیم نگاه کنیم، اردوی افغانستان سالانه 20,000 نفر میتونه تولید کنه. اگه سال 1,44,000 تلفات داشته، خوی 20,000 تولید داشته، این خود 2 سال دوام نمیکنه. پس جنگ ما میکنیم یا شما؟ ببینیم اصلا محاسبه نیست. یک گپی میاین اوی میگن، یا بعضی میاین میگه که اردو طالب 60% تسلط داره. من پیشتر عرض کردم اگر در یک ولسوالی 20 نفر باشه، میتونه یک شعب یک قریه باشه، یک شعب یک سایه دیگه باشه، یک شعب یک سایه دیگه باشه، یک شعب سایه. در واقع می ولسوالی ناامنه، اما این به معنی از این نیست که ولسوالی به اختیار طالب است. صبح که دولت بیرون میشه به گزمه، کلی فرار میکنن پشت یک باغ، پشت یک کوه، پشت یک دره، پشت یک درخت قایم پنهان میشن، پوت میشن یا به اصطلاح ایرانی قایم میشن دیگه. اینی به معنای 60% نیست. طالب نهایتاً بین 15-20% یک تسلط داره کو بعضی جاها، بعضی ولسوالی‌هایی که سقوط کرده به اختیار طالب است و بعضی جاها هم تسلط داره. و در غیر از او خو جمعیت افغانستان هم تحت کنترل تقریبا دولت هر تمام شهرهای بزرگ. اراضی که تولید داره و اراضی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی قابل بحث تحت تسلط دولته. شما فرض کنید یک بیابانی که یک دشت هست، شما او رو چی میتونه طالب هم از اونجا عبور کنه، دولت هم از اونجا عبور کنه؟ فلاز و پس نمیتونیم شما بگیم که چه بس از اینه که رایر سله. اما طالب حیات خور در ادامه جنگ میبینه. اگر حیات خور در ادامه جنگ نبینه، خب چه چیز ضرورته که با ایالات متحده آمریکا صحبت کنه؟ باید با خود افغانا صحبت کنه. وقتی که خود افغانا هسته
چرا شما میرین باید تو مدرن امریکا ره؟ سپاسگزارم. آقای والوجی، اگر طالب حیات خود در جنگ میبینه، پس در مورد حرفای آقای ترامپ که گفته که خب طالب باید نمیدونه که اشتباه خود چگونه جبران بکنه در مسئله صلح و بیشتر عدم فرمانش از اصول توافقنامه صلح و بحث حرکت های خصمانه که انجام دادن، اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا بکنه و بیشتر شما یک پرسش دیگر هم مطرح کردم در مورد تقابل قدرت های منطقه و جهان و بحث شدت جنگ طالب، امتیازگیری های کلان را که پاکستانی ها انجام داده، به این باور هستین که در کوتاه مدت بحث صلح با طالبا واقعا یک سره شوه، یک طرف شوه؟ ببینین صلح خواهد شوه، یکی ما طالبای قطر را داریم، یکی طالبایی که داخل پاکستان است را داریم و یکی طالبای خودی ماست که داریم. امیال ببینین شش هفت نفر از اعضای رهبری طالبا در کابل هستند. مولای ضعیف است و متوکل است و سید عبدالسلام ضعیف است، سید اکبر آقا هر روز در تلویزیون از دفاع کرده میره. اینه میشه که اگر او طرف وصل نیاین یا کسایی که نمونن و به طرف سل برن، میشه که این میزدی طالبایی که در اینجا هستن و نفوذن دارن یا تونسته که بی نفوذ باشن دیگه. ببینین اینا واقعا طالبا از لحاظ تکتیکی و استراتژی این سیاسیشون بسیار اینا خام بودن، اما قرار وقتی که میدان داده رفت امریکا که به صفت یک قوه متبارس و این طرف مقابل خود قرار داد که با اینا صلح بکنن، اینا فکر کردن که خب بیاید ما با استفاده از شرایط دولت را تضعیف بکنیم، حمله بکنیم، جایش را بگیریم که دولت از چی خطر شده؟ نه دولت می یو بر وای واقعیت هم از دولت اگه خوب است خراب است هر چی است دولت است و پس و مصیبه و حسابی هم که میکنین شما در اومدن سلانه با دولت میکنین، طرف جنگتون دولت است، فعلا دولت افغانستان علی شما میجنگ و شما علی دولت میجنگین، شما چطور میشه که یکدم بیاین قدرت امریکا برای شما تسلیم کنه و شما رهبری دولت رو بگیرین و باز حکومت بکنید؟ و این حرفایی را که عظیم صاحب اینا گفتن، این ما شرایط فعلی هم دستاوردهایی که از فعلا یک حرکاتی که صورت گرفته، تحولی که در افغانستان به وجود آمده، اینا اصلا فضای امارت طالبانی را ای بیشتر شده نمیتونه برش و نمیتونه طالبا بیاین در دولت شریک شوند و باز مردم افغانستان از اونها اطاعت بکنه و تمام حرفای دیگه که در اینجا سورا یک طرفه بندازد. و هم دولت افغانستان و هم طالب، هر دوی از اینا متکی به کمک هستند. این حال دولت افغانستان اگر امریکایی و ناتو کمک نکنه برشان، مهمات نتا، پول نتا، تیل موتر و تیوریشان نتا، بازم نمیشه حکومت افغانستان خود قراری که خود دکتر صاحب اشرف غنی گفته بود ما شش ماه دوام آورده نمیتونیم. این خود از گپ های حیاتی سره همه که یک دیقان هم میره میفهمه که وقتی که شما پول نداشتین چیزی خریده نمیتونیم، باز گوش نمیمونیم دیگه. یعنی و طالب این شد، حالا طالب ها فعلا روسا کمک بکنه، فعلا در اینجا طالب روسی داریم، طالب ایرانی داریم، طالب حتی شاید هندی داشته باشیم، طالب هایی که وابسته به استخبارات دیگه کشور در اینجا داریم. این نمیشه که ما به این کسایی که در قطر هستن، ما با اونا رو ما ششتیم در کنفرانس دو ما امروشم گپ زدیم، این اونا نمیشه که حرف آخر رو بزنن. امیالی که اینا بیان دستال هم که بیان چندین گروپ شد نیه بجنگن پس علی دولت و یک تعداد از پس برای در صفوف و کسایی که قوتی را که در اختیار شد داشته باشد با قوت به طرف سلخ آمده نمیتونن اینا تجزیه میشن. و وقتی که ایران فرمان داد طالب خود که بیادر نرو نمیره، روسیه فرمان داد که نرو نمیره و اینا همه در اینجا هستن. این 18 گروپ توریستی که در افغانستان فعلا فعالیت میکنن، اونا هم در اینجا سلام دارم میچنگن. سپاس دارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه.
به ادامه برنامه خوش آمدید. با توجه به مجموع رقابت‌های منطقه‌ای در قضیه جنگ افغانستان و تقسیم بندی طالب‌ها به کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های منطقه‌ای، اگر تنش در مسئله صلح افغانستان میان آمریکا و گروه طالبان به این پیمانه ادامه داشته باشه و این تنش‌ها اوج بگیره، قدرت‌های منطقه بیشتر نقش آمریکا را در این کشور در افغانستان به چالش خواهد کشاند و یا هم نه؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه میمانو میپرسم. آقای پولاد بفرمایید. کره دا د دوی د زبرځواکونو ترمنز دا کوم رقابت روان ده، هیڅ وخت نه ده درېدلې، خو کله ډیر شدت پیدا کوي او ډیر ځینې وختو کې آرام وي، ځینې وسیمو کې بیا ډیر د اوس ګورې په هغه کې تر جنگ تر هاته ورسېد سوریا پورې چې مستقیما دوی جګړې ته شامل شول. دلته په افغانستان کې طبیعي ده تر څو د حدود سره ونه ټکی تر هغه بعد یو بل موږ غوندې غریب هیوادونه به قربانۍ ته ورکوي دوی. خو زه فکر کوم چې آخر به د زبرځواکونه لکه امریکا او روسیا او چین دوی به تفاهم ته بالاخره رسیږي، او تر اوسه زه فکر کوم په افغانستان کې دوی تفاهم ته نه دي رسیدلي، او کله چې دوی ورسېدل طالب به ورکیږي بل به ورکیږي ټول به د صحنې نه وځي. خو یو شی چې غواړم کوم چې پاکستان هم نور نشي کولای چې طالب تمویل کړي، ځکه دومره اقتصادي فشار پرې راغلی دی چې دوی نور خپل حکومت نشي ساتلی. نو په دې هیله چې هغه برخه چې پنجابیان متهمه کوي هغه د موږ لپاره ډېره خطرناکه ده، هغه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان د ملت موږ د ملت په توګه موږ لپاره خطرناکه ده، ځکه تاسو شاید په دې باندې خبره حتی تر دې حالته پورې چې کېدی شي که چیرې دا توافقنامه د امریکانو دوی ترمنځ شوي وه، که دا راغلی وای ممکن افغانستان تجزیه شوی وای، ځکه چې وای خو کې به امارات وای نور به جمهوریت وکړه نور به بل بالاخره ممکن بیا قومي مسایل راغلي وای، یعنی خوشو چې افغان ولس او افغان دولت مقاومت وکړه او دای پنیو کړو. وسم هغه موږ نه یو هغه د وخت خلک افغانان چې هر توکي په موږ عملی شي بنان طالب ته خدای افغان طالب ته چې د افغان دولت سره کینی او هغه د ترڅو د نړیوالو هغه لوبه چې په کومه په موږ وینو باندې مختبی یې مخه ونی. تشکر آقای عظیمی، فرمایشو. ما فکر میکنیم که در شرایط فعلی بیشتر باید تمرکز سر دی بشه. قول خب همه چیز معطل شده بعد از انتخابات. همین نقطه که بسیار قابل نگرانی است در حال حاضر اینه که آیا انتخابات خودش یک باران جدید نشه. بسیار مهم است که دولت افغانستان، مردم افغانستان تمرکز کنن سر شفافیت انتخابات. ما یکی از نگرانی های عمده ما این است که یعنی انتخابات یک طوری نشه که باز یک بران دیگه خلق کنه. بسیار مهمه که نمی انتخابات بسیار با دقت کامل با شفافیت صورت بگیره که بتونه طرفین قانع کنه. مسئله دوم که در این شرایط بسیار ضروره، پراکندگی سیاسی به نفع هیچ کس نیست در حال حاضر. یعنی گروه ها، احزاب، اشخاص، افراد باید یک خط سرخ بین منافع ملی و منافع گروهی و فردی و شخصی خود بکشن، به خاطر از اینکه وقتی ما میگین با طالب مذاکره میکنین بحث منافع ملی است. وقتی شما با بحث منافع ملی میرسیم دیگه بحث منافع فردی و گروهی به خاطر افغانستان و سلامت افغانستان و حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان بیشتر اشاره کردن، به او خاطر نباید ما منافع ملی را فدای منافع گروهی کنین. به طور مثال اگر ما به سال بندارم وقتی یک هیئت تعیین میشه، اگر بخواین شما یک هیئت از تمام اعضاب و گروه ها و نمایندگی ها کنین که نمو بحث قبلیه، ما یک هیئتی میخواین که امروی امی هیئتی که ما تعیین میکنین آیا خواسته های مرا می نیست یک گروه، می نیست یک حزب، می نیست یک نهاد، می نیست یک فرد، امی خواسته های مرا مطرح میکن یا نه، بریم به طرف محتوای مذاکرات. مسئله دیگه بعدی که بسیار مهمه که در بدخشان مخصوصا که نتیجه بسیار خوب داد که با یک حرکت مردمی یک ولسوالی آزاد شد، بسیج ملی هسته و دولت همه قدر که سر نیروهای امنیتی صاحب میکنه همه قدر هم سر بسیج ملی صاحب کنه. نقطه که بسیار مهمه در این شرایط در این لحظه بسیار و بسیار از نظرم مهمه حمایت از قوتهای امنیتی، حمایت از اردوی ملی و نیروهای کنیمی لحظه بجنگی. یک نقطه به علیه از اینا گفتن خیانت ملی. بسیار تشکر آقای ورولی، کوتاه فرمایید. ما بازم سر حرف عظیمی سه ما تکیه میکنم. فعلا انتخابات است که آینده را رقم میزنه. اگر این انتخابات خدای نخواسته این میتونه که یک بحران با فرین اگه به طرف بحران رفت دیگه، یه ذره ما و شما نباید
بسیار زودرس بدانیم آمدن صلح در افغانستان یا یکی پس یک دولتی قوی مستقر در افغانستان این بر ما بسیار زیاد تشویش دارم از این آینده و نتیجه انتخابات. سپاسگزارم میمونان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بیندو عزیز تا برنامه بعد خودان دارم.